قوت لایموت مردم در ایران تحت ستم روز به روز گرونتر میشه. این در حالیه که دولت روحانی مدعی کاهش نرخ تورم حتی به زیر 10% هست. قیمت کالاهای اساسی مردم حتی در برخی کالاها به بیش از 200 تا 300% افزایش پیدا کرده که باز هم قدرت خرید مردم رو کاهش داده. گزارشی داریم در این مورد. 20 روز پیش پیاز 700 تومن بود، الان 3500. پیاز الان کیلو چنده؟ 4500. الان 4.5 تا 5 تا. 4500. پیاز 4500. ما داریم 3980. الان 4500. ما 3800 میشه. دن قیمت چقدر بود؟ 1200 1500. 1800 بود. 1980. قبلا تا 2200 بود. قیمت گوشت که سرسام‌آوره، 45 تومنه، 42 تومنه، 43 تومنه، واقعا گرونه. والا ما گوشت می‌خریدیم به 30 تومن و 28 تومن، الان 43 تومنه. سفره مردم هر روز خالی تر از روز قبل می شود. هر روز کالاهای اساسی گران می شوند و فشار بر مردم به ویژه اقشار کم درآمد بسیار زیاد می شود. خبرگزاری حکومتی فارس در این باره می نویسد قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گرم گوسفندی بین 41 تا 43 هزار تومان است. البته این رقم برای گرد ران بین 48 تا 50 هزار تومان می باشد. قیمت گوشت بسته‌بندی هم به مراتب بالاتر است و تا رقم 57 هزار تومان هم می رسد. یک سرپرست خانواده 4 نفره می گوید از وقتی قیمت گوشت قرمز افزایش یافته، ماهانه 1 کیلوگرم گوشت قرمز و بسته‌بندی برای تهیه برخی غذاها خریداری می‌کنیم که در نهایت 50 هزار تومان برای ما هزینه دارد. این خبرگزاری از قول هموطنی می‌نویسد مرد میانسالی که ظاهراً از توانمندی مالی بالایی برخوردار نیست، می‌گوید که کلاً دور خرید گوشت قرمز را خط کشیده. او می‌گوید همسرم دارای فقر آهن شدید است که پزشک برای او مصرف گوشت قرمز را تجویز کرده. اما در نهایت فقر آهن را با چند بسته قرص جایگزین کرده ایم. من مشتری ها در مقابل این افزایش قیمت چیه؟ چاره‌ای ندارم، مجبورم دیگه. یه سوال همه است این سوال. فروشمون یعنی یک سوم شده، اینجوری بگم. کم میخرن، یارو به 2 کیلو بخره 2 تا دونه، 3 تا دونه میخره. موز کیلو 3500، پیاز کیلو 5000. اما دلیل گرانی پیاز سیاست‌های ویرانگر آخوندهای حاکم بر کشورمون است که کمترین توجهی به تولید و کشاورزی ندارند. علتش هم اینه که پارسال از این کشاورزان ارزون خریدن، قیمت خوب نخریدن، تمام پیازشون ریختن دور. امسال کشاورز کش نکرد پیازو، پارسال ازش ارزون خریدن، کم کاشتن. پارسال ارزون بود، کشاورزا واقعا اصلا تو زمین جمع نکردن پیازشون، خیلی ضرر کردن. برای عید ما پیاز کاشته بودی تو روستای خودمون، خدا شایده همه رو ریختیم، گوسفندم که پیاز نمیخوره ریختیم قشنگ بیرون، نابود شد رفت. درست 20 تون پیاز بردیم ریختیم بیرون، حتی جلو گوسفندم ریختیم، گوسفند نخورد. ها ولی خواه یک فکری بکنم به حال کشاورز بیچاره. دیگه گذشته تولیدات ما که کشاورز داشتن خرید نشد و ضرر کردن، متضرر شدن، امسال نکاشتن. از اون 100 تا مثلا کشاورزی که پیاز کار بودن امسال 90 تاش نکاشت، هزینه کارگریش در نیومد چه برسه پول کرایه‌اش. پارسال می‌بودن کیلو 200 تومن 300 تومن، سر همین نکاشتن، عرضه کمه، تقاضا زیاده، قیمت رفته. درست 20 تون پیاز مال خود ما دامادمون فروخت کیلو 270 تومن، به خدا. یعنی پول وجین کارگری که وجین میکنن نمیشه، پول کارگری که میاد جمع میکنه اصلا نمیشه. الان یهو پیاز شده 4500. یکی از دلایل گران شدن مواد غذایی هدیه کردن آن به اسم صادرات به قطر است تا در جنگ و دعوای سیاسی منطقه‌ای از آن استفاده کنند. اینجوری که شنیدم میگن صادر میکنه، الان صادر میشه برای قطر. حالا افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار حسابی خودنمایی میکنه. گوشت سیاه 7 تومن، الان فصلی هم هست که باید گوسفند نو بالاخره فرابونه باید گوشت ارزون بشه، ولی خب گوسفند داره خیلی صادر میکنن. از طرفی بیکفایتی و نداشتن هیچ برنامه‌ای در زمینه کشاورزی هم مصرف کننده و هم کشاورزان را نابود کردند و با وجود تولید داخلی به میزان کافی تیغ واردات از گردن کشاورزان برداشته نمی‌شود. من پیاز سال قبل دوره و هر کیلوش 1000 تومان هزینه کرده بودم، در صورتی که کیلو 300 تومان می‌فروختم و من با تناجی که تولید کرده بودم سال قبل
2000 تن حدود 1 میلیارد من ضرر کردم. حالا میگن کیلویی 3000 تومان. به خدا قسم ما الان داریم پیاز می‌زنیم کیلو 1500 تومان از تو زمینمون. نارستر می‌کنیم از ترس اینکه پیاز هی تو رسانه تبلیغات می‌کنن وارد می‌خواد بشه، وارد می‌خواد بشه. از ترس وارد واردات پیاز البته زیر چنگال سپاه و کارگزاران رژیم برای چپاول هرچه بیشتر مردم صورت میگیرد. سیاست‌های ویرانگر و غارتگرانه‌ای که آخوندهای چپاولگر به کشور ما حاکم کردند، هر روز سبد غذایی خانوار ایرانی، لاغر و کارگزاران و مهرهای رژیم فربهتر می‌شوند. برای ماندن در حاکمیت تمام سرمایه‌های این کشور را به باد دادند و گرسنگی و فقر را ترویج کردند. خیابون‌هایی که تشنه آزادی هستند خاطره خوشی از روز 3 تیر دارند. قیام 3 تیر 1331 یکی از شکوهمندترین فرازهای مبارزاتی مردم ایرانه. با گذشت 65 سال هنوز انگیزاننده و هنوز زیباست. اشرف نشون‌ها تلاش کردند که عطر اون روز رو با بنرها و تراکت‌های خودشون در شهر گسترده کنند. پس بذارین گزارشی رو با هم ببینیم درباره فعالیت اشرف نشونه.